28 نوامبر در خورخ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان که از 25 نوامبر به این سو بیست شاهد اعتراض هاست. مذاکرات بین نمایندگان حکومت و اعتراضگران آغاز یافت. جانب حکومت بر اساس طلب تظاهرگران دو پاسگاه در نزد بیمارستان مرکزی و یک پاسگاه دیگر در نزد بازار که بعد شروع اعتراض ها تشکیل شد، در این پاسگاه افراد مسلح و ماشین های زیرپوش هم گذاشته شده بود برداشتند، ولی چهار پاسگاه در اطراف خورخ که از سال 2018 باز عمل میکنند هنوز پابرجاست. اعتراضگران برداشتن اون پاسگاه ها را هم طلب دارند. از جانب حکومت در مذاکرات با اعتراضگران رئیس ولایت بدخشان علیشهر میرزانباد، وزیر انرژیتیک تاجیکستان دلیر جمعه، سردار ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سغد عبدالله نوجوانوف، وکیل پارلمان عزیز گیوزاده و همچنین نمایندگان ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات در ولایت مختار کوهستان بدخشان نمایندگی میکنند. اعتراضگران نیز یک هیئت بزرگ عبارت بیش از 40 نفر را برای مذاکرات از نام آنها انتخاب کردند. منبع بامداد میگوید بسیاری از اعتراضگران همچنان اصرار میورزند که رئیس سابق ولایت یادگار فیضوف در این مذاکرات از منفیت آنها نمایندگی و حمایت کند. یادگار فیضوف که سال 2018 رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بود، ولی روز 5 نوامبر سال جاری با یک فرمان متاسفانه طوری که تلاطم بعدی حادثه ها هم نشان داد نوسنجیده او را با ژنرال علیشهر میرزانباد عوض کردند. یادآور میشویم اعتراض در خورخ روز 25 نوامبر در پی کشته شدن دو ساکن دیهه تقدیم نویه روشقله از جانب مقامات آغاز یافت. اعتراضگران جسدهای کفنبیش در دست در کوچه های خورق را پیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع شده جسدها را در روی منبر گذاشتند و به جوابگری کشیدن عاملان مرگ گلبدین زیوبکوف و توتیشا امیرشویف را طلب کردند. در رویارویهای روز 25 نوامبر در خورق بین اعتراضگران و مقامات قدرتی باز یک ساکن بدخشان کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات از زخمی شدن سه افسر کمیته دولتی امنیت ملی، یک میلیسر و یک کارمند پراکراتور خبر دادند. شام 26 نوامبر مقامات به اعتراضگران دو ساعت وقت دادند که میدان را خالی کنند و 5 میل صدای افتومات را که گویا روز 25 نوامبر از دست کارمندان مقامات کشیده گرفتند برگردانند. اما اعتراضگران میدان را ترک نکردند و گفتند تا زمان اجرای طلبهایش که از جمله با جوابگری کشیدن عاملان مرگ سه ساکن ولایت و استعفای رئیس ولایت را در بر می گیرد به اعتراضهای خود دوام خواهند داد.